ترکیه، سوریه، استانبول، کربلا، مکه، خیلی دوست دارم به کشورهای خارج که یعنی که کشورهایی که مجاز باشه برای ما. سلام دختر، سلام. دخترتونه؟ نه، نوامه. عمو جان سلام، اینجا اینجا عمو جان. عمو جان سلام، عمو جان. آخه بیا ببینم. اسمش چیه؟ ستاره. ستاره. یه اتوبوس بعدی اسمش ستاره. آره؟ انشالله اگه خدا بخواد، اگه خدا خب، بخواد. خب، قسمت بعدی رو می‌بینیم. با توجه به ساختار سنی جنسی جمعیت کشور در سرشماری‌های سال‌های 1365 و 1375 مشاهده می‌شود که 49.2% جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهد. ولی بنا به دلایل فرهنگی و اجتماعی نقش شغلی و کاری آنان به همان نسبت رشد نداشته است. به نظر متخصصین علوم انسانی، نگرش جامعه به لحاظ جنسیت و شغل و دلایل اجتماعی بیشتر از محدودیت‌های قانونی در این امر تاثیرگذار بوده است. ماده 6 قانون مدنی اعلام می‌دارد زنان در انتخاب شغل در جایی که شؤونات خانوادگی آنان رعایت شود آزادند، اما با نگاهی به اجتماع و قوانین ناظر بر خانواده و قوانین کار، سنت عرف اجتماعی می توان دریافت که نگرش غالب مرد را سرپرست و نان‌آور خانه تلقی کرده و مشارکت و فعالیت اقتصادی زنان را لازم و ضروری به شمار نمی آورد و ترجیحاً زنان را در نقش‌های همسر و مادر بهتر می پذیرد. این در حالی است که با توجه به افزایش سطح سواد دختران در سالهای اخیر و نیز سهم قبولی بیشتر دختران در دانشگاه ها نسبت به پسران، افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش بعد خانوار و کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار، افزایش سریع نرخ مشارکت زنان در سالهای آتی قطعی است و در نتیجه برای ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب با توجه به سطح سواد، مهارت و توانمندی‌های فردی زنان می‌بایست برنامه‌ریزی‌های کلان صورت بگیرد تا نگرش غالب جامعه را به سمتی سوق دهد که افراد بتوانند فراتر از نقشی که اجتماع به لحاظ جنسیت در انتخاب شغل برایشان در نظر گرفته است حرکت کنند، تا بتوانند به شکوفایی خلاقیت درون خود در زمینه‌های شغلی و رضایت کاری و فردی برسند. خدمت آقای دکتر مهاجری هستیم، جامعه شناس. آقای دکتر، آدم اینجوری که تو زندگیش نگاه میکنه فکر میکنه که خیلی مشاغل کمی وجود داره، ولی مثلا فرض کنین در مورد صنعت ساختمان شاید بالغ بر 200 شغل فقط تو صنعت ساختمان وجود داره تا یه ساختمان درست شه. به نظر شما شکستن خوبه؟ جواب را یه کلمه ای بگم که راحت تر بکنه، نه؟ چه اشکالی داره شکوندن؟ اجازه بدید که این سوال زیرکانه و هوشمندانه حضرت عالی را برگردم به یک مقدمه آراسته بکنم که بر دل مخاطبم بشینه. زمانی که شما یک باوری را بر باورهای اعضای یک جامعه می نشانی، کسانی که این باور را آبیاری می کنند و به باورش می رسانند صاحبان یک فرهنگی هستند که این فرهنگ قطعاً در دیدگاه جامعه شناسان و انسان شناسان فرهنگی نسبی است. زمانی که عوامل و متغیرهای مختلف اجتماعی وارد فضا و فرهنگستان این باورها میشه، این باورها شروع میکنن به تغییر پیدا کردن. به شما اجازه میدن که نوع دیگه فکر بکنید. به شما اجازه میدن که این جمله زیبای سهراب سپهری را بیشتر معنا بکنید که چشمه‌ها را باید شست. مدام میشه چشمه‌ها را باید شست. زمانی که باورها قرار هست زندگی شما را بسازن، زندگی من را بسازن، قرار این باورها حیات جامعه را، پویندگی و پایایی جامعه را بسازن، مدام باید این باورها را، حالا با تعبیر قشنگی این برنامه، باید روغنکاری کرد، گریزکاری کرد. این باورها در تغییرات روزمره خود، در تغییرات روزانه خود اجازه میدهد شما قابلیت‌های بیشتری را کسب بکنید، توانمندی‌های بیشتری را کسب بکنید،
چشم رو واقعا چجوری میشوشیم؟ زمانی که قرار ما چشم رو بشوییم باید توانمند باشیم. برای اینکه توانمند باشیم یه انگی باید به ما بخورین. انگ زیبایی. برخلاف انگهای دیگر که انسان ها از این انگ خوردن خوششون نمیاد، اگر این انگ به ما انسان ها بخوره انگ زیبایی. انسان باید توسعه یافته باشد. انسان باید باورهاشو بر اساس زلال احکامی که قرار انسان رو رشد و کمال بده ساخته باشد. انسان نباید در محبس ها و زندانی واژگانی باشه که در سنت معنادار بودن، در یک زمانی معنادار بودن، در یک اطلس جغرافیایی معنادار بودن، در یک اطلس زمانی و تاریخی معنادار بودن. گذشتن از سدهای زمان، گذشتن از مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی، حرکت رو به آینده، این توانمندی را به شما میدهد که شما بتوانید نه تنها چشماتون رو بشورید، چشماتون رو با آب زمزم بشویید و چشماتون رو نه تنها دیدش افزایش پیدا بکنید، دید به ده ده برسه. ما امروز یک قصه داشتیم، یک قصه در مورد یک ده در بخشی از علموت، عده‌ای که مهمان ما روستای یک ده هن. روستاییانی که من فکر میکنم چششون رو شستن، یک پدر که خوب میبینه، یک همسر که خوب میبینه، دخترها که خوب میبینن، پسرها که خوب میبینن، اهالی یک ده که خوب میبینن و در این خوب دیدن اجازه میدن به زنی که به خاطر معاش زندگیش پا رو از حیطه‌ای که یه ذره تعریف شده است حداقل برای خیلی ها پا بیرون بذارن و یه چیزی رو میشه گفت میشکنن، نه نمیشکنن، چشما رو میشورن. شاید ما یه شوخی رو اینجا میکنیم، میگیم پاش اجازه میدن که پاشونو بزنن تو کفش مردا. کفش مردا واقعا من از اول سوال کردیم، واقعا چه جور کفشیه؟ کفش مردانی که در ذهن من، شما و هر عضو این جامعه شکل گرفته، معنادار شده، یک مفهوم فرهنگی است که ما مردا خودمون برای اینکه مفهوم جا بیفته تعریفش میکنیم. زمانی که مردان بر کرسی تعریف میشینن، مردانه تعریف میکنن و زمانی که مردانه تعریف کردن، بعد از مدتی باورشون میشه که واقعا مردانه بوده است. برای اینکه بتوانن اون کرسی سلطه را همچنان در اختیار داشته باشن، بر مرد محوری و مرد سالاری که گاهن تبدیل میشه به پدر محوری و پدر سالاری در فرهنگ ما، تلاش میکنن که مقدسش بکنن، تابو بکنن، دست نزنن. کسانی که اگر حرمتش رو شکستن، مثل خانم بزرگوار، به او بخندن، تمسخرش بکنن، استهزایش بکنن، زیر علامت و سوال بدن، ببرن تو شب نشینی ها بحثای دیگری را مطرح بکنن، انحرافاتی را بر اون بچسبانن، در مجموع بترسانن کسانی که مبتکر و نوآور هستن. کسانی که جرأت گذشتن از این صدها را دارن، آدمهای باهوشی هستن، ایثارگر هستن و علاقمندن که عشق را یک بار دیگه تعریف بکنم. میتوان عشق را یک بار دیگه تعریف کرد در زندگی. و کسانی که چنین صدی را میشکنن، میبایست از طرف ذهنهای روشن و آگاه، مثل رسانه‌های دیداری و شنیداری، از اونها حمایت کرد. همین کاری که الان شما در برنامه باز هم زندگی بر اون ورق زرینی اضافه دارید میکنید و اجازه میدادید که این تابوها بشکنن، قدسیت اون فرو بریزه، اون باورهای کذایی که در موردش مردان ساختن و خود مردان و ما هم پذیرفتیم، حتی خود زنان هم پذیرفتن، اونها کنار رفته بشه. امروزه مهارت‌ها و تکنیک‌ها در شغل معنای دیگری دارن. اجازه بدید یک بار دیگه برگردم این مسئله رو بیشتر بشکافم. شغل درآمد نمیاره، شغل موجب انجام یک کاری نمیشه، شغل موجب آزادی انرژی‌های نهفته در درون فرد میشه، موجب عزت نفس میشه، موجب خلاقیت میشه، موجب رضایت میشه. طرف احساس خیشتن شکوفایی میکنه. زمانی که شما کارکردهای پنهان شغل را باز میکنید، بالاتر از ریال ها و رقم هایی است که استقلال مادی و اقتصادی برای زن میاره، اونها جای محترم خودشو داره، اما فراتر از اون کارکرد داره، اثر بخشی داره و زندگی را متحول میکنه. و زمانی که فرد احساس میکنه مفیده، به آخرین سکوی نیازهای ابراهام مازلو روانشناس رسیده است و اون آخرین سطح نیازها، یعنی احساس مفید بودن، احساس آقا بودن، احساس خانم بودن، احساس رضایت شغلی و اینکه این جامعه را من احساس تعلق میکنم.